سلام بچه ها، میخوام قسمت دوم آموزش رو امروز براتون بگم که تمرین دستای چیکار کنید که دستاتون بالانس شه با هم. یعنی کسایی که راست دستن دست چپشون ضعیفه مثل من، کسایی که چپ دستن دست راستشون ضعیفه. بهتون امروز تمرین میگم بتونید دو دستتون رو قوی کنید. یه نکته اول کارم بگم که من خودم الان یه سال تمرین نکردم، دست چپم خیلی ضعیفه، ولی خب میخوام بگم و خودم شروع کنم دوباره تمرین کردن. اگه اشتباه زدم گفته باشم که من خودم تمرین نداشتم خیلی وقت. خب یه نکته دیگه قبل اینکه تمرین رو شروع کنیم بگم اینه که اینو تو جلسه قبل امروز دیدم یادم رفته بود بگم، وقتی میخواید ضربه بزنید تاچ کنید سازو، موچتون نباید بالا پایین خمشه اینجوری و هیچ نوازنده هنگرامی رو نمیبینید که اینجوری بزنه رو ساز. موچ ثابت، فقط انگوشتون خوره. فقط انگوش شوال پایین. خب تمرین اول برای اینکه دو تا دستتون بالانس شه، سازو از وسط که نصف کنید، قسمت راست سازو قسمت چپ ساز با دست راست اول قسمت این سه تا نوت سمت راست رو میزنید. حالا اول با این انگوش میزنید. قسمت دوم با دست چپ این ور سازو میزنید. این کار باعث میشه که دست راستتون سمت راست ساز تسلط پیدا کنه، دست چپ سمت چپ. بعد میتونید یه تمرین دیگه هست با دست راست سمت چپ رو بزنید، دست چپ سمت راست. اینجوری وقتی میخواد که برید مثلا این ور ساز دو تا دستی، دست راستتون سمت چپ خوب میتونه بزنه. یه تمرین دیگه هست با دست راست یا چپ، از نوت جلوتون از سمت راست شروع میکنید، دایره ای برمیگردید، میاد دست به این صورت رو ساز تمرین پیدا میکنید. حالا هر سرعتی که اگه اولشون اولی سخته براتون با سرعت آروم میتونید بزنید. دست میچرخه روی ساز. میتونید از این ور بزنید اون ور، از این ور برگردید بیاید، هم از این ور برید از اون ور بیاید، دستتون اینجوری روساز کلن میچرخه. یه تمرین دیگه هست میتونید دوتایی بزنید. یه نکته مهم دیگه هم اینه که ضرباتی که میزنید روساز نباید یکیش محکم باشه یکیش آروم، باید سعی کنید همه ضرباتون رو مثل هم بزنید. پس اون تون صدایی که در میاد ساز باید یکی باشه، نه یکی محکم باشه یکی آروم، چون دست چپ من یا هر دست غیر تخصصی هر کس دیگه‌ای که ضعیفه صداش معمولا کمتر در میاد. باید اینم مد نظر داشته باشید که وقتی تمرین میکنید صدا رو درست در بیارید. بعد تمرین بعدی که دوتایی میزنید دیگه، بعد برمیگردید میاد. این صورت همونو دوباره برمیگردید میاد. تمرین دیگه برای دستا اینم میتونید برید دو تا دستی رو هر نوت،
یا من تمرین نداشتم خوب نمیتونم بزنم، این هم میتونید بزنید. اینجوری دستاتون رو کل ساز تسلط پیدا میکنن. دستتون رو قوی کنید همه جای سال. این جلسه هم با همین رو تمام میکنم. جلسه بعد ریتم 2-4 و 4-4 رو بهتون میگم که اونجا میتونید با مترونوم تمرین کنید، دستاتون رو تمرین کنید و ریتم 2-4 و 4-4 رو با این تمرین رو بزنید و در آخر این که بعد تمرینش میتونید ساز هنگرام رو خوب و قشنگ و درست بزنید. مرسی.